عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزا و علاقمندان برنامه. خوشحال هستم از اینکه باز هم وقت برنامه خودتان فرا رسیده و ما با تقدیم نمودن برنامه در خدمت قرار داریم. خب عزیزا، امیدوارم همتان دارای ساعت کامل باشین و بتونین برنامه خود را تأخیر تعقیب بکنین. خب در آغاز برنامه دوست عزیز میریم میبینیم که داری برنامه کدام موضوعات گنجانیده شده و بعداً برنامه‌تان ادامه خواهد داشت. Sometimes they have children with humans called half-bloods. We're pretty much like anyone else you'd meet, but with a few notable differences. We live. And one particularly handsome, suave, deep-voiced Smurf, whose every word... Okay, narrator Smurf, that'll do. Oh, all right. بله عزیزای برنامه، قسمی که شما دیدین. در آغاز برنامه میخواییم یکی از فیلم ها را برای شما به معرفی بگیریم. البته بخش معرفی رازهای سینما است. ای که فیلم های تخیلی و اکشن چگونه ساخته میشه در این بخش شما خواهد فهمیدین. خب، فیلمی که میخواییم در این بخش برنامه برای شما به معرفی بگیریم فیلم از سینمای امریکا است به نام پرسی جکسون سی آف مونسترز یا پرسی جکسون دریای ایوله ها. این فیلم برای نوجوان ها ساخته شده و کسایی که سنشان بالاتر از 13 سال است میتونن این فیلم را تماشا بکنن. خب فیلم بسیار جالب و دیدنی است. معلومات مکمل و ای که این فیلم چگونه ساخته شده و چقدر مشکلات ساخته میشه یک فیلم برای نوجوان ها با هم یک جا در ادامه برنامه خواهد فهمیدیم. پس میریم با هم یک جا معلومات راجع به این فیلم میبینیم دوستان. Gods of Olympus are real. And sometimes they have children with humans called half-bloods. We're pretty much like anyone else you'd meet. But with a few notable Percy Jackson, Sea of Monsters. Yo Percy Jackson, دریای ایوله‌ها. تاریخ نشر فیلم 7 اگست 2013. مدت زمان فیلم 106 دقیقه. ژانر فانتزی خانوادگی و ماجراجویی. محصول کشور امریکا. کارگردان تار فردنتال. نویسنده فیلم مارز گگنهم. خلاصه داستان: پسر پوسیدون و دوستانش برای یافتن پشم زرین افسانه‌ای راهی دریای ایوله ها می شوند. در عین حال سعی می کنند تا مانع از دست یافتن ارواح خبیث به پشم زرین شوند. باید گفت جدیدترین فیلم از مجموعه فیلم پرسی جکسون برشد قسمت اول تعیین نکرد و با وجود بالا رفتن قدرت جلوه های ویژه و دانش عادی این فیلم در وضعیت بدتر از نسخه اول خودش قرار گرفت. فیلم با چالش های زیادی از جمله نقطه های کلیشه‌ای فیلم های فانتزی روبرو است و با نداشتن جلوه های ویژه خوبی این مشکلات را اضافه کرده است. بعد از ماجراهای قسمت اول، پرسی و دوستانش همچنان در حال آموزش در کمپ آنها هستند. حالا به این ترتیب بیننده برای تماشای ماجراهایی که قرار است اتفاق بیفتند آماده می شود. دیونیسوس به عنوان مدیر کمپ او را به غلط پرسی جانسون می خواند و کلاریس به عنوان دختر الهه جنگ به حضور می گوید و او در تیمی که برای فراخواندن هیولاهای دریا برای دفاع از کمپ تشکیل می شود جای ندارد. Background and action. That's it. That is not going to cure Talia's tree. Well, God. That was great. I'm going to advance you just a little bit in the beginning. Oh.
Right. And 3, 2, 1, action. Olympians will know death. Percy! We really need your help, and we don't have a lot of time. You twist the cap off this, you release the winds from the four corners of the world. What? No, 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 not in here. Not in here? We'll find the fleece. So time to go. Tell me those aren't sharks. Those aren't sharks. خب اجزای برنامه، معلومات راجع به فیلم پرسی جکسون سی آف مونسترز خب با هم یک جا دیدیم. امیدوارم طرف توجه شما قرار گرفته باشه، پس حالا نوبت یک وقفه کوتاه است. خب، حالا یک وقفه کوتاه و در ادامه برنامه سی تصویر. بله عزیزا، بخش دوم برنامه است و شما عزیزا را خوش آمدید میگم به بخش دوم برنامه. امیدوار هستم از بخش اول برنامه لذت برده باشین و طرف توجه شما عزیزا قرار گرفته باشه. در بخش دوم برنامه فیلم را که برای شما عزیزا میخوایم معرفی بکنیم، فیلم است از سینمای دنمارک و نام این فیلم است انتوای. خب، فیلم بسیار جالب و دیدنی است. خب دوستا، اگر از شما عزیزا سوال شود که راجع به ابرقهرمانان سینمای هالیوود معلومات دارین، البته که دارین، مثل سپایدرمن، سوپرمن و غیره و غیره. خب، البته در این فیلم، اینو به خاطر یادآوری کردم، البته در این فیلم کسی که نقش بازی کرده یک ابرقهرمان کوچک است. این که ماجرای این ابرقهرمان چیز در ادامه برنامه خواهد فهمیدیم، پس میریم با هم یک جا معلومات مکمل راجع به این فیلم میبینیم دوستا. انتبای محصول سال 2013 تولید کشور دانمارک. ژان ماجرایی، کمدی و خانوادگی. دایرکتر اسک هاسلبلت. ستاره ها اسکار دایتس، نیکولاس برو، سمال تنگراف. اگر از سوپرقهرمان های امریکایی که اغلب با جلوه های ویژه و غلیظ مخلوط شده اند خسته شده اید، شما را دعوت به دیدن فیلم انتبای می کنیم. این فیلم سرگذشت پسر بچه 12 ساله و کم جرأت است که توسط یک مورچه گزیده می شود و از آن روز به بعد قدرت های عجیبی به دست می آورد. مانند بالا رفتن از دیوارها و توانایی خوردن همه چیز، تنها این دو مورد از ویژگی های اوست. قدرت هایی که البته درد سرهایی نیز برای او به همراه دارد. این که چی موضوعات دیگر در این فیلم واقع می گردد، با تماشای این فیلم خواهید دید. Superheltenavn skal være fedt og nemt at forstå. Antboy, du får brug for et kostyme. Se! Hallo? Hej skat, det er mor. Jeg kan se ikke tale lige nu, mor. Mit navn er Loppen. Og ligesom min navn er Fælder, er jeg umulig at slippe af med. Er det ikke også dit job at redde hende? Nej. Ja. Er det ikke sådan noget superhelt, de gør? Jeg vil med. Jamen, det er jo alt for farligt.
Papir ødelægger alt. Pisse myrer. Hvem er du? Jeg er... en boy. خب ایزا، معلومات راجع به فیلم انتبای خوب با هم یک جا دیدیم که ابر قهرمان کوچک چی ماجرا داشت؟ پس حالا نوبتی یک وقفه کوتاه است، بازم در ادامه برنامه سی تصویر.